کمتر وقتی ما در گذشته دیدیم که بیت کوین در یک مدت طولانی روی یک ناحیه قیمتی رنج زده. مدت خیلی زیاد میشه که بیت کوین همینجا روی 16600 700 800 دلار گیر کرده. معمولا در گذشته وقتی بیت کوین در یک مدت طولانی روی یک ناحیه قیمتی رنج زده، بعدش یک تغییر بزرگ در قیمت بیت کوین آمده. بیت کوین ده هزار دلاری در پیش روی یا بیت کوین 20 هزار دلاری دوست دارم نظر شما رو در کامنت بخوانم یا نه تا یک مدت دیگه هم بیت کوین همینجا روی 16 هزار دلار 17 هزار دلار رنج میزنه اتریوم فعلا روی 1200 دلاره فعلا دارایی کل بازار ارزهای دیجیتال روی 846 میلیارد دلار است درصد مثبت در 24 ساعت گذشته دامیننس بیت کوین یک مقدار دیگه هم رشد کرده رشد دامیننس بیت کوین اصلا برای آلکون ها خوب نیست فعلا روی 38.4 درصده 4 درصد ایتریوم هم یک کوچیک رشد کرده فعلا روی 17 اشاره 4 درصد حجم معاملات کل مارکت 27.6 6 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته شاخص دلار فعلا روی 103.7 اشاره 7 ایسان پی چنده چند پی فعلا روی 3844 دلار هستم تمامی نام ها و برند هایی که شما اینجا در تصویر میبینین همه اینا در حال استفاده یا کار کردن با لایتنینگ نتورک شبکه بیت کوین هستن لایتنینگ نتورک شبکه بیت کوین یک رقم مثل پروژه های زلایدی مقیاس پذیری لایتنینگ نتورک بیت کوین برای استفاده تراکنش های شبکه بیت کوین یعنی با استفاده از لایتنینگ نتورک شبکه بیت کوین ما میتونیم تراکنش با دستمزد خیلی کم و سرعت کار خیلی بالا انجام بدیم لایتنینگ نتورک شبکه بیت کوین یک چیزی تقریبا جدید برای بیت کوین قبل از سال 2017 یک دانه اینستیتوشن یک دانه سازمانم روی بیت کوین سرمایه گذاری نکرده بود امسال 2022 در حال حاضر 572.317 تا از کوین های بیت کوین در خزانه سازمان ها هستند بله همین الان 572.000 تا از کوین های بیت کوین یعنی بیشتر از نیم میلیون کوین های بیت کوین در خزانه سازمان ها هستند و هنوز اکثریت اینستیتوشن سازمان ها بیت کوین به عنوان یک دارایی کلاسیک نشناخته اگر تو یک ساعت روی بیت کوین وقت بگذاری برای خواندن بیت کوین میگی بیت کوین گرزی دیجیتاله اگر 10 ساعت وقت بگذاری میگی دولت ها میتونه بیت کوین متوقف کنه اگر 100 ساعت وقت بگذاری میگی بیت کوین طلای دیجیتاله اگر هزار ساعت وقت بگذاری وقت میگی بیت کوین کریپتو نیست بیت کوین یک ارز دیجیتال نیست اما اگر ده هزار ساعت وقت روی بیت کوین بگذاری بری تمام چیزهای بیت کوین رو بخوانی بیت کوین چی هست و چطوری کار میکنه اون وقت به این نتیجه میرسی که بیت کوین راه نجات انسان ها راه نجات بشر از کنترل دولت ها است فدلیت من یک از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری جهان است که در حال حاضر 2.7 تریلیون دلار پول زیر مدیریت داره فدلیت اینوستمنت درخواست جواز برای ورود شدن به دنیای NFT و متاورس پر کرده و به دولت آمریکا فرستاده فدلیت اینوستمنت در شروع امسال ارائه ترید و سرمایه گذاری بیت کوین و ایتریوم هم برای مشتریان خود شروع کرد فدلیت اینوستمنت بیشتر یک صندوق سرمایه گذاری برای بازنشستگان هستند بیشتر پول بازنشستگان هم مدیریت میکنه نهنگ هایی که بین صفر تا هزار تا بیت کوین این نهنگ ها در این چند وقت گذشته خرید خیلی زیاد کردن او مقداری که این نهنگ ها در این چند ماه گذشته خرید کرده بالاتر از کل بازار خرسی قبلی بیت کوین هستن با اینکه تا هنوز معلوم نسته بیت کوین کف خود دیده یا نه و هنوز بازار خرسی این بازار خرسی بیت کوین کامل تمام نشده متا این انگایی که بین صفر تا هزار تا بیت کوین داره در چند ماه گذشته خریدی خیلی زیاد کرده اینجا شما در تصویر تراکنش های شبکه ایتریوم روی خود مینت ایتریوم و مینت اپتیمیسم و آربیتروم میبینین اپتیمیسم و آربیتروم دو تا از پروژه های زرلای دوم قیاس پذیری هستن در حال حاضر میزان تراکنش های شبکه ایتریوم روی خود مینت ایتریوم به پایین ترین سطح دوانیم سال گذشته خود رسیده اما او طرف دیگر میزان تراکنش های شبکه ایتریوم روی مینت اپتمیسم و آربیتروم رشد خیلی زیاد داشته این در واقع یک چیز خیلی خوب برای ایتریوم و ایدیتا پروژه زلایدیوم قصب پذیری ایتریوم هستن چون ما با استفاده از اپتیمیسم و آربیتروم مثالیم تراکنش های شبکه ایتریوم با سرعت کار خیلی بالا انجام بدیم و دستمزد خیلی پایین و یکی از مهمترین میارهایی که برای ما کمک میکنه میزان توسعه میزان رشد یک پروژه ارز دیجیتال ببینیم میزان فعالیت دیولپر های او پروژه روی شبکه او پروژه هست که در حال حاضر کاردانا در رتبه اول هست یعنی الان دیولپر های کاردانا توسعه دهندگان کاردانا بیشترین میزان فعالیت روی شبکه کاردانا در بعدش پول ده کوسامبا کاسموس دیسنترالانا و ایتریوم هسته خب الان وقت کریسمس هسته و یک از آخرین تیویت های ایلون ماسک هسته کریسمسه برای برای مردم تبریک, گفته درسته مری کریسمس و مثل همیشه وقت اینجا ایلون ماس عکسای عکسای سگا رو گذاشته و یک چیز شبیه به یک چیزی شبیه به لوگوی دوچ کوین و بعد از اینکه ایلان ماسک او توییتر زده الان خرید دوچ کوین بین 100 تا نهنگ بزرگ بایننس اسمارت بیشترین میزان خرید داشته یعنی 100 تا از نهنگ های بایننس اسمارت چین در چند روز گذشته تعداد زیاد یا یک مقدار از ارزهای دوچ کوین خرید کرده که حتی فالکون پشت زر قبل از دوچ کوین فالکون بیشترین میزان خرید بین تا بزرگترین نهنگای بایننس سمارت چین داشته دو تا از بزرگترین پروژه های NFT سولانا یکیش به نام دی گاتس و دیگرش وای 100 تی اس اعلام کردن که اینا میخواین کارشان از روی شبکه سولانا مهاجرت بده دی گاتس میخواد بره روی شبکه ایتریوم و وای 100 TS میخواد تس میخواد بره روی شبکه پالیگان ماتیک خب یک مقدار خبر نگران کننده برای سولانا هستن این ای دو تا دو تا بزرگترین پروژه نفتی سولانا هستن و اینکه الان میخواد دیگه سولانا را ترک بده برای روی دیگه بلاکچین ها ببینیم برای سولانا چی در پیش رو است منتظر رفتن این دو تا پروژه از روی شبکه سولانا بری روی بلاکچین های دیگه زیاد خبر خوب برای سولانا نیست حتما یک مشکل یک ای بره در آینده میبینن که اینا قبل از اینکه کارشان بعدن به مشکل بخوره از همین الان کلا کارشان مهاجرت بده ببره روی بلاکچین چین ایتریوم و پالیگان ماتیک یک هم بزنیم به آنچین بیتکوین بیت کوین شاخص اس او پی رو ببینیم در یک ماه گذشته یک کوچیک پس دوباره رشد کرده ببینیم که رشد تا کجا ادامه پیدا میکنه ننگایی که حداقل هزار تا بیت کوین دارن یک مقدار فروخته بودن در این چند روز گذشته ننگایی که حداقل ده هزار داره اوکی اینجا رو دیگه من ازش برای شما ویدیو نگرفتم در این دو روز گذشته خانه نبودم یک خرید بزرگ زدن منتظر در این دو روز گذشته کار خاص انجام ندادن ننگایی که حداقل 100 تا بیت کوین دارن اینا هم در این چند روز گذشته کار خاص انجام ندادن واریزی تریوم داخل صرافی یک مقدار رفته پایین خروجی بیت کوین از صرافی ها همچنان ادامه داره مونتا یک مقدار کم شده این بود از ویدیو امروز ما امیدوار هستم که ویدیو برای شما دوستان مفید بوده باشه بودن لطف کنید ویدیو رو لایک کنین کانال سابسکرایب کنین تا ویدیو بعد خدا نگهدار